بسم الله الرحمن الرحیم. بیاری خداوند به عنوان مقلد امام، فرزند ملت و هماهنگ کننده سقوه برای پذیرفتن مسئولیت جدید، آمادگی خودم رو اعلام کردم. در این مسئولیت جدید که به علت طبیعت و فطرت آن بسیاری از گفته‌های گذشته که از ابتدای نخست وزیری با شما هم میهنان عزیز داشتم تحقق پیدا می‌کنه، باز هم روی عنصر مقلد امام تکیه میکنم به عنوان اولین شرط، اولین کلام در اعلام آمادگی برای پذیرفتن سمت ریاست جمهوری. مقلد امام یعنی اون پیوندی که رهبر و مردم را در این انقلاب به بهترین و عالی‌ترین شکل مربوط کرده و دقیقاً باعث حرکت نهایی مردم و طرد و نفی همیشگی حکومت طاغوت و برقراری نظام اسلامی در میهن اسلامی ما شد. مقلد امام به عنوان پر کردن جای خالی مهمی که در اولین رئیس جمهور به اعتقاد من وجود داشت و از همون ابتدای پذیرفتن نخست وزیری که مستقیما با رئیس جمهور سابق برخورد داشتم احساس کردم و حتی در یکی از جلسات گفتم که اشکال عمده رئیس جمهور اینه که خودش رو در مقابل امام یک شخصی میدونه و این انقلاب محتوای فکری و عقیدتی آن چنین چیزی رو نمیتونه بپذیره. پس بیاری خدا به عنوان رئیس جمهور مقلد امام هستم و به چنین عنصری، به چنین ویژگی افتخار می کنم و در همین رابطه است که دومین ویژگی را اعلام کردم که فرزند ملتم. من چون موقعی که با نهضت آزادی ایران همکاری می کردم و چه اینک که در خط امام مستقل از هر جمعیت و گروهی که رهبری امام را به عنوان مرجع تقلید قبول نداره فعالیت میکنم، دقیقا معتقد بودم که این مردم در رابطه با مرجعیت حرکت میکنند، باور میکنند، سرمایه گذاری میکنند و آرمانهای اصیل خودشون را دنبال می کنند. من که شکست مبارزات را قبل از تشکیل نهضت آزادی ایران در این رابطه می دیدم، من که به خاطر مذهبی بودن نهضت آزادی ایران در اون گروه فعالیت کردم، همیشه معتقد بودم که این مردم بزرگترین عنصرشون عنصر رهبری مذهبی است و در مرجعیت خلاصه میشه و تبلور پیدا میکنه. چون این اعتقاد رو داشتم و دارم، خودم را فرزند ملت میدونم. نه به عنوان اینکه
در میان این ملت تلاشی برای تحقق انقلاب کردم، بلکه صرفاً به خاطر اینکه از عمق اعتقاد این مردم هم اطلاع دارم، هم با اونها هم عقیده هستم و همونطوری که اونها در رابطه با رهبر انقلاب حرکت میکنن، من هم همونطور حرکت میکنم و از خداوند میخواهم که در این راه ثابت قدم بمانم انشاءالله. هماهنگ کننده سه قوه هستم. این فرمان را قانون اساسی صادر کرده است و من به عنوان رئیس جمهور فرمان قانون اساسی را به عنوان جدیترین و اصلیترین برنامه در دوران کارم به گوش خواهم پذیرفت. قانون اساسی رئیس جمهور را هماهنگ کننده سه قوه معرفی کرده. شاید رئیس جمهور اول هم میخواست این کار رو بکنه، اما طریقه‌ای که برای این هماهنگی ضرورت داشت به اعتقاد من طریقه‌ای رو انتخاب کرده بود که از طبیعت قانون اساسی جدا بود. اونچه که هر سه قوه رو مطیع میکنه، اونچه که برای هر سه قوه ملاک معیار هست، غیر از ولایت فقیه هست که خود از قانون اساسی است. پس به یاری خدا و پشتیبانی شما هم میهنان عزیز، از اصل و عنصر عالی ولایت فقیه استفاده خواهیم کرد و در هر مورد هر گونه اختلاف و ناهماهنگی بین سه قوه را به هماهنگی و یکسانی تبدیل خواهیم کرد انشاءالله. پس بدون اینکه برای ریاست جمهوری تبلیغ خاصی داشته باشم که حرکت ویژه‌ای را انجام خواهم داد، تنها امیدم و تنها وعده‌ام این است که قانون اساسی را به عنوان جدی‌ترین و مهمترین برنامه کارم در مقابل داشته باشم. رئیس جمهور به عنوان دومین مقام در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با قانون اساسی قابل مقایسه با مقام رهبری نیست. وقتی که ما میخونیم میگیم بعد از رهبری رئیس جمهور بالاترین مقام مملکت است، به عنوان یک مسلمان با طرز تفکر اسلامی برخوردی داریم که این برخورد با تفکرات آلوده به شرق و غرب فرق اساسی داره. از رهبرمون بپرسیم، وقتی می فرماید که من اگر خدمتگزار نامیده بشم بهتر است تا اینکه رهبر نامیده بشم، اونجا می فهمیم که دومین مقام رهبری یعنی چه. اونجا می فهمیم که سید القوم خادمهم دقیقاً چیزی است که در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی تعریف کننده مقامه. پس طبق قانون اساسی عنوان بالاترین مقام بعد از رهبری را قبول داریم. در مقابل ضد انقلاب و یا در مقابل کشورهای بیگانه بعد از رهبری بالاترین مقام را رئیس جمهور معرفی میکنیم. رئیس جمهور هم باید با اتکای به نفس، با قدرتی که خدا در ارتباط با ایمان و پشتیبانی مردم به او میده، با این قدرت
در مقابل کشورهای بیگانه بیسته و بدونی که دومین مقام کشوره. اما وقتی برمیگرده به داخل مردم، باید بدونه که دقیقاً به علت اینکه دومین مقام کشور هست، باید بیشترین خدمت، بیشترین تواضع، بیشترین هماهنگی و همرنگی و همدلی را با مردم داشته باشه. به عنوان رئیس جمهور امیدم این هست که نظام اسلامی در این جامعه پیاده بشه، امیدی که شاید از سنین 7 سالگی که به مدرسه رفتم، با مسجد آشنا شدم، با جلسات آشنا شدم، همیشه آرزو می کردم که اونچه که این گویندگان مسلمان میگند و تصویر می کنند از یک جامعه اسلامی، هرچه زودتر در ایران، در جهان پیاده بشه. نظام اسلامی که قادر هست در تمام ابعاد بشر و بشریت را اداره کنه، اون نظام را از لابلای اصول قانون اساسی بیرون بیاریم و به کمک همدیگه پیاده کنیم. رئیس جمهور میشیم که قانون اساسی رو، یعنی این خونبهای شهدای انقلاب و مورد تقاضای دعا کننده های مسلمان در نیمه شب و حاصل رنجی که خبرگان این مردم مسلمان در مجلس خبرگان به دست آوردند، اون رو در جامعه پیاده کنیم. قانون اساسی رو امیدوارم که در اون حدی که هست بهش بها بدیم، ارزش قائل بشیم. قانون اساسی که اگر اصول دوم و سوم اون رو پیاده کنیم، جامعه‌ای خواهیم داشت آباد، سرفراز، مورد حسرت مردمی که از فرمول‌های مختلفی استفاده کردند تا بتونن یک جامعه مطلوب برای خودشون به وجود بیارن. قانون اساسی که اجرای اصل 44 اون جامعه را از این نابرابری، از این ناهمگونی، از این اختلاف کشنده بیرون خواهد آورد. انشاءالله با اجرای سریع و صحیح قانون اساسی، به خصوص اصل 44 اون، موفق میشیم این ناهماهنگی و نابرابری رو که در رابطه با تجارت‌های غلط به وجود آمده انشاءالله از بین ببریم. قانون اساسی که اصل 49 اون ما را توانا کرده است تا یکی از بزرگترین فرمایشات علی علیه السلام را در رابطه با مسائل اقتصادی برای اولین بار بعد از علی علیه السلام پیاده کنیم. اصل 49 این فرمان مبارک علی علیه السلام را که فرمود من در پس گرفتن مال مسلمانان اونچنان خواهم رفت که اگر به حساب کابین زنان هم در آمده باشد، اون را پس خواهم گرفت و به صاحب اصلی اون برخواهم گرداند. اصل 49 به ما چنین توانی رو میده. انشاءالله در رابطه با شورای نگهبان که بهترین و مهمترین مرجع هست برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اسلام عزیز و به کمک همه نهادهای انقلابی که دلشون برای پیاده شدن
احکام اسلام عزیز می تپد. موفق می شیم جامعه منتظر، جامعه مطلوب، جامعه مورد آرزوی مردمی که شهید شدند به خاطر آن و یا زنده ماندند به خاطر آن به وجود بیاریم. رئیس جمهوری یک وظیفه مهم داشت که به نظر من عمل نشد. نه تنها عمل نشد، بلکه می رفت که انحراف را به وضع قبل از انقلاب برگردونه و اون عبارت است از حذف شاه. رئیس جمهور یعنی عنصری که می کوشد مردم را که در طول 2500 سال با کلمه شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهی عادت کرده، این عادت رو به تدریج از اونها بگیره و به جای اون بندگی خدا را قرار بده، که اگر ما خواستیم تشبیه کنیم کاری را به کار بسیار خوب، اون را در ارتباط با خدا ببینیم، در ارتباط با بندگان صالح خدا ببینیم، در ارتباط با پیامبر و ائمه ببینیم. ما با داشتن تخلقو به اخلاق الله، با داشتن این دستور که کارتون رو خداگونه تعریف کنید، تبدیل شدیم به عناصری که کارهای خودمون رو شاهگونه تعریف میکنیم. شاهنامه، شاهگونه بودن متاسفانه در جامعه ما به صورت یک چیز بالا و برتر معرفی شده، و حال اینکه شاه بیچاره هم نه تنها مثل یکی از افراد عادی مملکت بود، بلکه تا اونجایی که ما سراغ داریم بیچاره تر، مفلوک تر، کسی که امروز با نعره و فریاد به استقامت و ایستادن و خروشیدن صحبت میکرد، فردا بعد از اون که مردم اونچرا که داده بودن پس گرفتن و یا اونچرا که او به زور غصب کرده بود از او گرفتن، به حالتی در آمد که حتی از بردن نام او هم نفرت دارند. این عنصر بیچاره نباید برای انسان به صورت یک نمونه درآد که تلاش کنن شامشون رو شاهانه، لباسشون رو شاهانه، مجلسشون رو شاهانه کنن. نه، انشاءالله در دوره جدید ریاست جمهوری شاممون رو خداگونه، یعنی شامی که خدا بپسنده، لباسمون رو لباسی که خدا بپسنده، رفتارمون رو رفتاری که خدا بپسنده و کارمون رو کاری که خدا بپسنده قرار خواهیم داد. رئیس جمهور در لباس زیبای قانون اساسی به هر میزان و به هر ملاکی که قانون اساسی تعیین کرده، قدرت داره قانون اساسی داده، قدرت نداره قانون اساسی داده. اون چه هست و نیست در ارتباط با قانون اساسی است، یعنی با در ارتباط با خواست مردم هست، وقتی که جمع میشن و رأی میدن و اجازه میدن در حقیقت یک کسی در چنین مقامی قرار بگیره. اصرار دارم در این که قانون اساسی رو به عنوان برنامه تکرار کنم، و همونطور که در نخست وزیری گفتم، اگر چنانچه ما موفق بشیم قانون اساسی رو به عنوان برنامه در زندگی اجتماعیمون پیاده کنیم، به اعتقاد من به بزرگترین موفقیت ها دست پیدا کردیم. و هممون دعا کنیم، تلاش کنیم که این برنامه همواره در مد نظرمون باشه. در انتخابات
جدید ریاست جمهوری؟ سوالاتی مطرح است که فکر می‌کنم به جاست ما به اون سوالات جواب بدیم. اینکه چه خواهیم کرد و که بودیم و وعده ها و یا برنامه ها چیست، امیدوارم به همین حد کفایت کنه و بپردازیم به بحثی که در زمینه انتخاب رئیس جمهور به خصوص در وضعیت موجود مطرحه. ما یک رئیس جمهوری انتخاب میکنیم که در سایه تبعیت از ولایت فقیه بین قوای سگانه ما هماهنگی ایجاد میکنه. وقتی این هماهنگی ایجاد شد، اون وقت همه مردم میتونن امیدوار باشن، مطمئن باشن که نیروهای اونها صرف سازندگی و صرف تحقق جمهوری و صرف تحقق نظام اسلامی در جامعه خواهد شد. اون دلهره و یأسی که در مردم ما به وجود آمده بود که هر روز یا هر چند یک بار نگران یک واقعی بودن که در جامعه پیش می آمد و بایستی از نخست وزیر گرفته، مجلس گرفته، شورای عالی قضایی، رهبری و توده مردم همه تلاش کنند به ترتیبی این اختلاف را رفع کنند، انشاءالله بیاری خدا از بین رفته و در وضع جدید ریاست جمهوری یک عنصر دیگه به این نیروهای هماهنگ اضافه شده و میشه امیدوار بود که رئیس جمهور آینده نه تنها آثار اختلافی رو که در گذشته بوده بتونه محو بکنه، بلکه در هماهنگ کردن و در یک سو کردن نیروها ما را در تحقق آرمان هامون یاری کنه و یک یار در کنار بقیه یاران انقلاب قرار بگیره. سوالاتی که مطرح است اینه که رئیس جمهور کیه؟ 4 نفر کاندید شدن برای ریاست جمهوری که هر 4 نفرشون در خط امامن. جواب این سوال اینه که رئیس جمهور یکی از این 4 نفره و بر اساس رأیی که شما خواهید داد تعیین خواهد شد. اگر چنانچه من اولین نفر از این 4 نفر باشم، بقیه برادران هم در عرض من قرار می گیرن و اگر چنانچه در فاصله ای که از الان تا روز رأی دادن شما وجود داره اتفاقی افتاد که هیچ کدام ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، برادران دیگه حضور داشته باشن و پرچم رو که از دست من افتاده اونا بردارن و همچنان این حرکت رو ادامه بدن. چرا رئیس جمهور 4 نفر همخط، همه تابع ولایت فقیه و در خط امام آمدن، بقیه کجان؟ بقیه یعنی لیبرال ها، یعنی چپ ها، یعنی ملیگراها، یعنی ضرر کرده های در رابطه با انقلاب، وقتی گذرگاه های سخت رو در مقابل خودشون دیدن از کاندید شدن منصرف شدن. وقتی دیدن که اول باید از نظر شورای نگهبان که دقیقاً اصول و موازین اسلامی رو رعایت خواهند کرد بگذرن که گذشتنشون مشکله، وقتی دیدن برای ریاست جمهوری به پایگاه مردمی احتیاج هست و این پایگاه مردمی رو ندارن، طبیعی بود که در این مرحله شرکت نکنن. پس چه کردن؟ رفتن راه دیگر رو انتخاب کردن. حالا که این جمهوری مورد قبولشون نیست، تلاش میکنن که این جمهوری تحقق پیدا نکنه. پس تو خواهر، برادر، پدر، در این رأی دادن در حقیقت رئیس جمهور انتخاب نمی کنی. در حقیقت تو یک بار دیگه
جمهوری را تعیین میکنی و تأیید میکنی، زیرا که کسانی که در طرف دیگر هستند همونطور که شاهد هستی تمام تلاششون رو صرف این میکنن که رئیس جمهور انتخاب نشه، مجلس نماینده های شهیدش رو از مردم دو مرتبه انتخاب نکنه. تو رأی نمیدی که من رئیس جمهور بشم، بلکه تو رأی میدی ضد انقلاب یا هر کس که مایل نیست این جمهوری نهادهای اصلی خودش رو پیدا کنه، اون بفهمه که تو در صحنه هستی، تو حضور داری و اصرار داری که این عالی ترین شکل حکومت یعنی حکومت اسلامی آخرین نهاد خودش رو هم به همون شکل که ضرورت داره، به همون شکل که لازمه، به همون شکل که میخوایی، یعنی مقلد امام، فرزند مجلس و هماهنگ کننده سه قوه و کسی که قانون اساسی رو در حد قانون اساسی با تفسیر و تعبیر شورای نگهبان قبول داشته باشه، نه اینکه بخواد افکار و نظریات خودش رو از مجرای قانون اساسی به تو هممیهن مسلمان انقلابی شهید پرور تحمیل کنه. میخوایی یک بار دیگه اثبات کنی که برای تکمیل نظام اسلامی، یعنی نظامی که در چارچوب قانون اساسی پذیرفته شده و باید در این جامعه پیاده بشه، حضور پیدا کنی. میخوایی همونطور که در راه پیمایی ها در بسیاری از صحنه ها حاضر شدی و ضد انقلاب را اونچنان از صحنه خارج کردی که برای همیشه مایوس شد و رفت به جایی که خودش هم پیش بینی نمی کرد، میخوایی یک بار دیگه حاضر بشی و این رأی دادن در حقیقت این نیست که رئیس جمهور تعیین میشه و انتخاب میشه. به اعتقاد ما در نظام اسلامی رئیس جمهور با عدد تعیین نمیشه، رئیس جمهور با قلب تعیین میشه، رئیس جمهور با دل تعیین میشه. یعنی اگر تو بپذیری که این فرزندت را به عنوان رئیس جمهور قبول داری، این کافی است. اما این عدد را برای نمایش در مقابل ضد انقلاب، چه ضد انقلاب داخلی، چه ضد انقلاب خارجی، به خصوص برای دشمن سرسختت امپریالیسم به سرکردگی آمریکا و مزدوری صدام نشون میدی که در چنین شرایطی که در حال جنگ در جبهه‌های مختلف هستی، برای استقرار و برای تمام کردن نهادهای این انقلاب همچنان هوشیار و آماده و فعال هستیم. خداوند ان شاء الله ما را در این حرکت نیز مانند سایر حرکات موفق کند و قبولی اعمال ما را در این ماه مبارک، پیروزی ما بر ضد انقلاب داخلی در تعیین رئیس جمهور و بر ضد انقلاب خارجی در پیروزی جنگ با صدام کافر محقق کنند. به امید پیروزی، خدا نگهدار.